گایزا یه دوره سسگایا آه زوخ کنید یکم منم خودم دوغ دارم چون این ماسکر رو از ایتالیا گرفتم به عنوان یه دکوری و یه سوغاتی باحال از ایتالیا قراره اون پشت قراره چون کلی چیز میز بزنیم اونجا کلی دلم براتون تنگ شده جدی میگم جاتون خالی من رفته بودم مسافرت ولی ویدیوها به دستتون رسید دم امیر گرم که ویدیوها رو به موقع براتون رسون یه هفته هر کدوم وقت داشتی بدبخت چی وقت داشتی آقا امروز اومدیم با همدیگه قراره سری بزنیم به شغلای شما آتیشاپ و ببینیم که تو این زندگی دارید چیکار میکنید همه تون ماشاءالله خوب پول دارید ببینیم شغلاتون چیه میزان درآمدتون چیه اگه کسی از کارش ناراضیه یا دنبال کار میگرده بدونه که بره چه کاری کنه تو رو خدا تو کامنت ها برای من نیست سوگه این ماسک چقدر قشنگ بود خداییش خیلی قشنگه خیلی دوستش دارم وای سوگه اینکه دختر راست میدونم من قرار نیستم برای خودم بخرم بزنم رو صورت خودم که هر بزنم رو صورتش حجی خوبی چقدر تو رمکی چطور کسیفی بود هل وقت کار نکردیم اصلا رشته کار از دستم نرفته اشتیه کار سوگه چقدر بامزه ای تو اولی جدی هدف اصلیم از ساخت این ویدیو این بود که با یه سری مشاغل آشنا شید اگه احساس میکنید درآمدتون کافی نیست برید دنبال یه شغل دیگه یا که بهونه نیارید وای من الان چی کار کنم خب کو کار بیا بهت نشون میگم الان کو کار بانوی اول داور مسابقات فوتسال بانوان هر بازی 3 میلیون که میشه ماهی 12 میلیون تومان ببین بهونه نیار من فکر میکردم فقط داخل صنعت ورزش یه مربیگری هست یه مثلا یوگا هست و اینا میتونستی آره پشمام ریخته داور مسابقات فوتسال بانوان بهونه نیار فردا میره سر کار شنبه بانو هدیه من همیشه هدیه و هدیه رو با هم قاطی میکنم جفتش یکی ها ولی با آدم ها بر میخوره اگه یکی بهش هدیه است بهش بگی هدیه یا اگه به یکی میخوایی هدیه است یا هدیه فروشنده کتاب فروشی ماهی 10 میلیون تومان چقدر خوب وای میسی یکی میاد میگه که وای کتاب عشق رویاه ها رو ندیدی میگه چرا برو قفسه پنجم ورش دار 10 میلیون آخه ریدی تو کار سختی طرف ها ای بابا وای قبل بدم اینا که میگن اصلا کار شما سخت نیست وای دیشب من رفتم داروخونه وای سگم برای چی رفتی داروخونه رفتم کاندوم رفتم این او اینا به خدا اینا میگن چرا حالا دروغ میگی اینا رفتم مولتی ویتامین و امگا 3 و اینا بگیر بعد یکی از شماها رو دیدم چقدر که خانم با شخصیتی بود و برگشت گفتش که واقعا کار شما سخته اما اینجوری بودم باورم نمیشه سوگن چه از زورت آره و برگشت گفت چقدر کار شما سخته و من اینجوری بودم باورم نمیشه یکی قبول کرد که کار ما سخته یک ساعت قبلش داشتم با یکی حرف می‌زدم شما که کار نیست ما میریم سر کار شما کار نمیکنید بیا بشین اینجا ببینم چند تا ویدیو میتونی بگیری آتیش وای فای دوربین روشن کردی خفشو بانو یاسی کارمند دفتر پیشخان ماهی 6 میلیون تومان ببین چه موهای قشنگی داره تو رو خدا بگید که خودتون عکساتون رو واقعا فرستادید و اینا همه فیک نیست او اینم بگم آقا ادمین من نمیتونه مثلا اینو عکسو که براش فرستادین رو بره صاحبشو پیدا کنه بهش نشون بده بگه اینو خودت فرستادی مطمئنی این چت خودته اینو خودت فرستادی متاسفانه یه سری آدم مریض داخل دنیا وجود دارن که میرن مثلا عکسا رو از داخل اکسپلور برمی‌دارن یا یارو مثلا میره عکس دوستشو برمی‌داره میفرسته میگه این شغلش مثلا مونچه حالا بدبخت یارو مثلا دانش آموز دخونه نوشابه میخوره آره عکسای بقیه رو لطفا نفرستید و اگه عکسی الان این وسط ما میبینیم ما 50-50 یا خود ظرف فرستاده یا واقعا یه آدم مریض رفته عکسی رو برداشته و فرستاده برام اینم بگم راست اصلا یا یه بلاگر نفرستید بگید مثلا این نمیدونم تو مرده شور خونه کار میکنه که بد نیست ولی میگم این کارو نکنید بانو مهسا یه کروسا هم دستش گرفته داخل ترکیه اگه گفتید چیکار است آفرین گل آورده دکتر عمومی ماهیانه 60 میلیون تومان بعد میگید سوگنگ تو میگی با درس آدم به جایی نمیرسه چرا گل خوردم آدم به درس به جایی میرسه این دورمون ادیتر رو میتونی دقیقاً همون ادیت و همون سبکی یعنی برو مثلا فایلش از اون ور برد تو ادیت قبلی به کپی پیست کنیم بعد حالا میگی سوگن کدومو گفتی علی رضی نفهمیده میگم پشت بز دهنه آخرش آدم به دست به جایی نمیرسه به خدا داشتم مهدی تا ساعت 3 صبح میشینه تو گیم نت سی اس 2 میزنه نه شوخی کردم مهدی خدمات نصب و تعمیر و فروش همه کار میکنه داداش گلم دوربینای مداربسته رو به علاوه دزگیرا رو انجام میده کلا تو کار سرقت و اینا درآمدش اصلا معلوم نیست از ماهی 5 تا ماهی 200 میلیون
چجوری هم ماهی 5 تا 200 میلیون تومن؟ بین انقدر تا انقدر سر 5 تا 10 میلیون میگن، سر 10 تا 20 میلیون میگن، نه 5 تا 200 میلیون تومن. امده ولی میگنگی بین ماهی 40 تا 50. 5 تا 200 چجوری؟ این هم شغل باحالیه. ایوان بعد جاد بودم، بعد میرفتم به دزدا میفروختم که داش این خونه دزدی نداره حاجی، اینو میخوای تو قفلشو باز کنی؟ آدم آشغالی بودی سوگنی، خدا خرادیت به شاخ نداد. مدرس ریاضی ماهی 70 میلیون تومن. نه یگانه دروغ؟ واقعا نه یارو کل دوران دبیرستان و دبستان رو با هم درس بده 6 تومن ماهی میگیره، تو سالیانه هم حساب کنی 70 میلیون نمیگیری. دروغ. اینا یا یکی اشتباه فرستاده یا 7 میلیون تومن منظورت صفر اشتباه زدی، نمیدونم. ولی ماهی 70 میلیون مدرس ریاضی کنکور هم درس بده ایطوری نمیتونی بکنی تو کونه. بانو اچ گفته ادمین تایپ 20 میلیون. الان همه تون گفتید یس من دنبال ادمینیم. آخ جون ببین کی؟ سمیه راست میگفت داره کار میکنه پول در میاره همین کارا. نه صبر کن صبر کن تو رو خدا، جوی نشید 4 نفر کامنت میذارن بیت ادمینی تیپ نیاز داریم، درجه می ریپلای میکنی میری دایرکتش بعد کلا میزنه سرت بدبخت. میدونم این کارا خیلیاتون دوست دارید ادمینی اینا رو خیلی دوست، واسه همین امروز اومدم بهتون پیج زیرو من یکی نفر اسپانسر ما نشد یه بار اینجا تبلیغشو بکنیم تو دلم مونده. خیلیاتون داخل جدی توی ناشناس بهم پیام میدید که میگید وای سویا این چنل رو بذار ریپورتش کنن، این پول من خورده، من ادمین بودم بهم پول ندادن. تو رو خدا تا یکی کامنت میذاره وای به دو تا ادمین نیاز داریم، وای به یه تایپیست نیاز داریم، نرید سری زیر اون پیج برید داخل پیج درخواست کار بدید، کلا سرتون میذارد. یه پیج درست، یه دونه پیج اونجوری، یه کمپانی، یه شرکت نمیاد زیر کامنت ها بگه بچه های دیرم تایپیست خیلید ببه، نه میاد به 4 تا اینفلوئنسر رو اینا تبلیغات میده. و اگه 2 روز دیگه حقتو خوردن میری به اون اینفلوئنسر میگی تو معرفی کردی ها ببین، و اون اینفلوئنسر میره دهن اون شرکت رو سرویس میکنه میگه آقا از سر اعتماد به من اومدم پیش تو کار کردن، نه اینجوری زیر کامنت ها میری یکی پیدا میکنی هرسم گرفته پدر مادر بردید روزی 100 تا با بلاک کنم فقط بیت ادمین بخور. ناخون کارم ماهی 7 میلیون درآمده، البته برای شروع آ میگم چون ناخون کاری، اکستنشن مو، موژه و رنگ کردن مو یه جزء از شغلایی که لامصب از طلا فروشی درآمدش بیشتره. این برای استارت ماهی 7 میلیون تومن به نظرم خیلی خوبه، ادامه بده حتما به جاهای بالایی میرسه، قول میدم یه روزی یه سالن میزنی خوبی خودم میام پیشت دوست دخترمو. خودت که نمیتونی کاری کنی اصلا. الینا گوش بدید دقت کنید، مراقبت از سگها داخل خانه خودشان ماهی 10 میلیون تومن. ببین او تو هنوز نشستی اینجا. آفرین چه شغل باحالی، اینو جدی نمیدونستم، یعنی میدونستم همین چیز وجود داره ولی بهش اصلا فکر نمیکردم. چقدر این ماسک خوبه سوگه، تو چقدر تو خوبی بچه. اینو قرکشی میکنی واقعا؟ نه این خبر نیست دروغ گفتم. بانو هانی نگاه چه فیس گوگلی باحالی داره، گفته سلام فیس مدلم ماهی 20 تا 30 تومن متفاوته. یاد بگی مهدی 20 تا 30 تومن، 5 تا 200 رو کسی مثالی طوری نمیزنه بابا زک. بیا ببین از فیس خوشگل چجوری داره استفاده میکنه، حالا 2 ساعت بشیم ماهی دختر حس بزن نه من بدنم درسته بدنم خوشگل فیسم خوبه ولی دیگه اعتماد تو رابطه برادم نمیزه و کی برای خود بوده با کی برای خود نمی. دو دقیقه نکن تو رابطهش نکن، بذار استفاده شغل کار همش همه چو میکنه تو رابطه. بچه‌ها یه سورپرایز دارم. وای دوست دخترته بابا سگ بشه یه دقیقه، همش تو فکرشی. نه هر رابطه خر بیا بیرون. وای سویا تو نمیخوای ازدواج. نه در همین جیغ و دادای من پری خانومو میبینید شغلش فروشندگی پوشاک بچه گونه است ماهی 12 میلیون تومن. پس ببین هنوز شغل هست تا صبح هست با کارا چیزای مختلف، بهونه نیار. هستی هستم جسو باحالی هستی هستم. مدرس پیانو ماهانه بزنم 150 تا 200 تومن درآمد. ببین دیگه گوش نکنی به مام بابات، برو تجربه در کنارش علاقه تو ادامه بده. هنر موسیقی ایول، از فردا همتون یا یه گیتار یاد بگیرید یا یه پیانو. معلم ماهی 6 تومن. ببین منطقیه بیچاره
همه چیز برعکس داخل مملکت ما. معلم ها داخل خارج از کشور یکی از پردرآمدترین درآمدا رو دارن. جمله مسخره ای بود. ولی داخل ایران کاملا برعکسه. میکاپ آرتیست هم و ماهیانه 60 میلیون تومان. بعد میگید چرا دخترها شبیه اسگلا میشینن جلو آینه شب تا شب خودشون رو آرایش میکنن، بعد نیم ساعت میرن پاکش میکنن. این نتیجه تمام اون آرایش های نصف شبیه بدون برنامه‌ریزی و بدون هیچ دلیلیه. آخرش میکاپ آرتیست میشی. آره کلا. سیام گاسش تیام نیست، چرا سیام؟ اوکی شام از بودارم میشه بخورم. میشه 15 سالمه و درآمدم 10 میلیون تا 15 میلیون تومانه. الان میگید خانم چیکار میکنه؟ کارش نقاشیه. یاد بگیرید. اگه نقاشی بلدید، طراحی بلدید، میرید پیج میزنید، فیس ها رو میکشید. برای استارتش هم چیکار میکنی؟ فیس انگلیسی از ما تیکه. میای فیس منو میکشی، فیس فرشاد میکشی، بچه‌ها رو میکشی، آدمای معروفو میکشی. با اون رو استوریت میکنن، جزات حمایت میکنن. ولی دیگه اینجوری نکن. رضا گلزار اگه عکس بکشم داشم استوری میکنی، از قول می حمایت کنی؟ چرا منت میزی؟ بودی اول بکش قرمون شکلت برم، بعد چرا اینطوری این همتون؟ اگه یوتیوب شروع کنم داشت کمک هم میکنی؟ میخوام نکنی. شروع کن قرمونت برم، شروع کن، دنبال بهونه نگردید، شروع کنید. علی داشم، علی گفتید کارش چیه؟ بستنی فروشی؟ مایانه 3 میلیون تومن. ببین بهونه نیار. با اینکه 3 میلیون تومان خیلی کمه، ولی فکر کنم مثلا تو شهرستانی جاییه. تو تهران بخوای بری بستنی فروشی کنی، فکر نمی‌کنم بهت 3 تومان بدن. یه الان 3 تومان تو تهران فکر کنم آب معدنی میدن. یه انقدرم گرونی همه چی بفیوز. ایداچ اچ فکر کنم امیر حسینی گفته با اینکه دانش آموزم ولی منشی درمانگاهم هستم، 17 سالمه، پار وقت میرم، 6 تومنم ماهی میگیرم. ببین چقدر خوب، چقدر پسر با مسئولیت آقا. باریکلا. درین خانوم کمک مربی اسکواش. چی گفتی اسکواش؟ تنیس با دیوار. چه اسکواش عشان گند زد به کل صنعت ورزش. ماهی حدودا 6 تا 10 تومن. اوه نایس. ورزش کلن هیته خوبی، هم به خودتون میرسید هم بهش پوله. این خانم خوشگل که میبینید شغلش تدریس تئاتره. What the fuck؟ شغلم تئاتره و 10 تا 20 میلیون در ماه درآمد دارم. تدریس تئاتر تدریس میکنه. 10 تا 20 میلیون تومن به یکی بگی چیکار کنه رو صحنه؟ کاش بفهمید هنرهای ما آموزشی نیست بلکه تو خودمونه. اینا جدیده. ایکان اگه درست خونده باشم اسم تو، داداشم تو کار کلا برده. 23 سالمه، توی چاپخونه کار میکنم، حقوقم ماهی حدودا 15 تومنه. من همیشه دلم میخواست جدی بدونم اونایی که تو چاپخونه کار میکنن حقوقشون چقدره. 15 تومن خیلی خوبه. پس اگه دنبال شغلی، به نظر من الان آسون ترین کار چاپخونه است. چرا الکی کار آدم؟ تو که کار نکردی چرا میبری زیر سوال آسون ترین؟ موجان خانم گفته سلام، من کانتر فروش تورهای خارجی هستم و تو آژانس هواپیمایی کار میکنم. اینقدر توضیح داده یا حسین. درآمد ما پورسانتی هستش، بیشتر بستگی داره چقدر تور بفروشیم تا پورسانت 15 درصد بگیریم. و حالا همینم هم بستگی به فصل داره فروشمون. بیشتر فروشمون اسفند ماه هستش، برای عید و تیر ماه و مرداد و شهریور و فروردین و اردیبهشت و همه رو ماها رو بگو دیگه. برای مهر و آبان و آذر همیشه خدایا کل سال تموم شده رفت. گاها شده حتی 2 میلیون حقوق گرفتیم. این همه توضیح دادی بگی ماهی هم شده 2 میلیون بگیری، ولی شده ماهی هم 100 میلیون حقوق بگیرن. اگه حوصله چکوچونه زدن با آدمو، تلفن صحبت کردن، ارباب رجوع، 3 ساعت به یارو توضیح بدی، آخرش بگه اوکی پس میرم یه دور میزنم، میتونید این شغل انتخاب کنید. شغلی که اعصاب میخواد. داشم علیرضا 18 سالشه، خب درآمدش بین 25 تا 35 میلیون تومانه. ارو ریخت و قیافش میتونید تشخیص بدید که کارش چیه. آفرین. دزده. داشم با قد 195 قطعاً مدلینگ کار میکنه. باری کلا. چه کلا و قدوهی کلا خوبی داری. باری کلا، باری کلا. ساعتت فیکیه. چرا دروغ میگی؟ این بانوی که داری نگاه میکنی کارشناس مالی، ما 17 تومن. ببین یعنی از همه قش کاری ما داریم، تا صبح اینجا شغل هست. آخر سر بهتون میگم که کدوم کار رو برید خیلی توش پوله. وایسید بهتون میگم. داشم رادین رو که میبینید درآمد 60 تا 80 تومنه. 60 تا 80 میلیون تومن خیلی پول زیادیه. شغلش بازار NFTه، ولی شغل سختیه، شغل آسونی نیست. مگه شغلای قبلی آسون بود سگ؟ خفه شو، چه میدونم، ولی NFT چون خودم هیچ وقت نرفتم سخت سمتش میدونم سخته. I don't give a shit. ای بازار NFT ماهی 60 تا 80 تومن. برای دریافت پکیج آموزشی NFT رو کامنت کنید. نکنید، شوخی کردم. اینم غذای
دیروزمه که نمیدونم چرا جز این عکس اومد. مش پوتیتو یعنی سیب زمینی له شده آب پز به علاوه 150 گرم سینه مرغ، یکم هم سس قارچ. شکیلا خانمو که میبینید دفتر فنی دی سی سی چه کوفتیه؟ اینو اصلا نمیدونم، اگه میدونید تو کامنت ها برام بنویسید. دی سی سی درآمدم هم 30 تومن در ماه. دیگه خیلی مشتاق شدم جدی بدونم چیکار میکنید. دی سی سی چیکار میکنن؟ چی هست؟ عرفان، عرفان فروشنده مبلمان و سرویس خواب بین 40 تا 50 میلیون تومان درآمدشه. یعنی اگه سرزبون دارید میتونید بیافتید دنبال مشتری، مخشو بخورید، آدمو خوب میتونید قانع کنید، باشون قشنگ صحبت بکنید، میتونید برید مبلمان فروشی. درا این هم از شغل شما آتیشا، دمتون گرم، ولی بهترین شغل به خدا میگم. این یواشکی بهتون میگم همه نرن، برید یاد بگیرید چجوری ناخن بذارید، یا موجه بکارید یا اکستنشن مو، از همه اینا همش بذار کنار. این ستار گفتم یاد بگیر تا عمر داری اون دروغنه والله. میبینم تو بله محصله. زیاد شدیم یا نه؟ احساس میکنم دیگه زیادی دارم برق میزنم. احساس میکنم الان خوب چی میگی مرشاد؟